سلام، با محور امشب خوش آمدید. من نصر نبیل تا یک ساعت دیگر میزبان شما در این برنامه هستم. پارلمان بریتانیا در یک گزارش تازه از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است که تحریم ها، منجمد شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک ها سبب بحران نقدینگی در این کشور شده است. از سوی هم امارات اسلامی میگوید که تلاش ها برای برداشتن تحریم ها در افغانستان جریان دارد. پارلمان بریتانیا در گزارش 45 صفحه‌ای اوضاع اقتصادی افغانستان را نگران کننده گفته است. در این گزارش آمده است که بریتانیا در ماه مارچ بیش از 280 میلیون پوند کمک‌های نقدی را به افغانستان اعلام کرد که از این میان 2.5 میلیون پوند آن به آسیب دیدگان زمین لرزه در این کشور به مصرف رسیدند. از ماه اپریل تا جولای 2022 بریتانیا 140 میلیون پوند به افغانستان کمک کرده است که 50 میلیون پوند آن در صندوق بشردوستانه افغانستان، 70 میلیون پوند در برنامه جهانی خوراک و 12 میلیون پوند در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه شدند. در بخش از این گزارش آمده است که به علت تحریم ها، منجمد شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک ها، نظام مالی کشور از فعالیت باز مانده است. کمیسیون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامه خاص دارند همراه بانک جهانی، ملل متحد. میشه که انشاءالله به خاطر کاهش ازیم یک طرح‌ریزی و برنامه ریزی میکنیم. اما در این گزارش گفته شده است که اقتصاد افغانستان پیش از روی کار آمدن امارت اسلامی با مشکلات روبرو بوده است و در سال 2020 با در نظر داشت درآمد مردم، افغانستان پنجمین کشور فقیر در جهان است. فساد بیش از حد مالی در ادارات دولتی و در کنار این عدم حمایت آنچنانی از صنعت در افغانستان، این موارد همه باعث این گردید تا اقتصاد افغانستان به آن شکلی که باید به طرف بهبود در حرکت می بود حرکت نکرد. اما فرصت های که از طرف جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد، بیشتر از 140 میلیارد دلار آمریکایی نتوانستن استفاده کنند و ما فقط اقتصاد و یا تولید ناخالص به شکل تصنعی در حرکت بردیم. پیش از این بانک جهانی گزارش داده است که به علت چالش‌های اقتصادی 19% تولید ناخالص داخلی افغانستان کاهش یافتند. وزارت معادن و پترولیم از سرمایه گذاران می خواهد که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. موین این وزارت در نمایشگاه بین المللی معادن و فلزات می گوید که برای شناسایی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آزمایشگاهی را ایجاد خواهند کرد. در همین حال اتاق صنایع و معادن از امارت اسلامی می خواهد که در استخراج معادن به شرکت های داخلی اولویت دهند. در نمایشگاه بین المللی معادن و فلزات افغانستان، اتاق صنایع و معادن از امارت اسلامی می خواهد که در بخش صنعت کشور توجه کند و کار استخراج و پروسس معادن را به شرکت های داخلی واگذار کند. اگر صنایع ما به پا استاد نشود، معادن ما که هر کس دیگه برای ما استخراج میکنه، شاید برای ما یک 10% یا 20% شه بتا. که داخلی دیو که خارجی دی، که اگر وارد سرمایه گذار دیو که غیر سرمایه گذار دی. من اطمینان ورکو چې راشي خپله سرمایه گذاری وکړي او په مطمئن زړه وکړي. وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که از صنعت و تولیدات داخلی پشتیبانی خواهد کرد و در آینده نزدیک نمایشگاهی از فراورده های داخلی کشور در دبی برگزار خواهد کرد. کشورهای منطقه و جهان دعوت بیدیم بیاین و در این نمایشی که در دبی می‌گیریم، اگر این هر حالتی که بود الحمدلله و همه دوستا قبول است و برای ما از همه کدن بالاتر قبول است. زمانگا وسنی صادرات چمانگا که تقریبا 50% یا 80% زراعتی دی، نو 50% یا 40% دای معدنی دی. از سوی هم برخی از اشتراک کننده ها برگزاری همچون نمایشگاه ها را در بازاریابی فراورده هایشان مهم می‌دانند. در شرایط کنونی که میفهمیم امو ارتباطات بین مردم و بین افغانستان و بیرون از کشور خیلی کمه، چنین نمایشگاه های مثلا که کل تجار 90% امو فروشات خود از دست دادن، چنین نمایشگاه به حساب یک ارتباط خیلی خوب برقرار میشن. در واقع ما میتونیم که با مشتریان خود در ارتباط باشیم، در واقع میتونیم که اطلاعات کاری خود مستقیما با اونا در میان بگذاریم. این نمایشگاه برای 3 روز ادامه خواهد یافت و در آن سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و فلزات به نمایش گذاشته شده است. برای بحث بیشتر روی این موضوع، سخی احمد پیمان با اون اتاق صنایع و معادن افغانستان و همچنان نقیب الله لاروی، رئیس عامل
روبیننداره و مسئول برگزاری نمایشگاه مادون و فلزات را اینجا در استودیو و همچنان آقای عبدالقادر بهمن مولا اتاق تجارت بین المللی روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای سلام بر شما و بس خوش آمدید بس با شما آقای لاروی. آغاز میکنم، میخوام در خاص شما در مورد به این نمایشگاه بگویید که چگونه بود و با چه هدف برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. طول و حضار و طول و بینندگان و تسلامونه. در افغانستان د معدن و فلزات و نړیوال نندارتون نن ورځ افتتاحیه برنامه وه او د دری ورځو دپاره به دا انشاءالله دوام لري. موږ سره په دې کې خارجي بازدید کنندگان هم موږ لرل، اگر چې برنامه او هغه هدف د هغه اوسې خارجي شرکتونه د معدن او فلزاتو په برخه کې تجهیزات او د پروسس او د انجینري شرکتونه موږ سره اشتراک وکړي، خو په اوسني وضعیت کې صرف بازدید کنندگان موږ لرل، د مثلا د قزاقستان نه، د چین نه، د ترکیه نه، او په اشتراک په برخه کې خپل غرفه او دغو برخو کې موږ سره داخلي شرکتونه ونډه زیاته وه. تقریبا 50 شرکتونه موږ لرل. شرکتونو تعداد هغه څومره چې موږ توقع و هغومره نه و، خو ډیر تخصصي د استخراج پروسس د معدنو کې او د انجینري د معدنو کې دوی ګډون کړی و. او اصلي هدف د دغې برنامه هم همدغه ده، د دغې نندارتون چې د معدنو د استخراج پروسس او دغو برخو کې موږ څنګه کولای شو تحرک، همغږي او بی تو بی برخو کې موږ لا زیات کار وکړو. درست برمیگردیم به شما آقای بهمن. وزارت معادن و پترولیم در این نمایشگاه گفته که سرمایه گذاران باید بیایند به افغانستان سرمایه گذاری بکنند، اما پرسش اینجاست که بسترها برای عملی شدن این خواست وزارت معادن و پترولیم اکنون مساعد است در افغانستان یا نه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بیننده‌های محترم و همچنان میهمانان عزیز. قبل از اینکه به سوال شما برگردم، من فکر میکنم که برگزاری نمایشگاه ها یک وسیله بسیار خوب برای انکشاف تجارت سرمایه‌گذاری است و من تشکر میکنم از لاروی صاحب و از تیمشان که این برنامه را راه اندازی کردن. بیایم به سوال شما. خب متاسفانه در قسمی که امو آمار و ارقام نشان میده، اخیرا یک گزارش سازمان توسعه ملل متحد نشر شد، نشان میده که متاسفانه افغانستان در یک شرایط خوب اقتصادی قرار نداره و این از زمان آغاز از سال گذشته شروع شد و تا امسال این روند بدترش میپیمایه و هر روز متاسفانه زمانی که اینی آمار و ارقام نشر میشه طبیعتا این تاثیرات بسیار منفی بالای روحیه سرمایه‌گذار میداشته باشه. بله. چه سرمایه‌گذار داخلی باشه چه خارجی باشه، طبیعتا در سال گذشته اما شاک اقتصادی که به وجود آمد در افغانستان تا هنوز هم اکثریت سکتورها از اون شاک بیرون نشدن و تاثیرات بسیار منفی بالای تمام بخشا گذاشت. از اون جمله میتونیم بگویم که یکی از بحث‌های عمده و داغی که تا هنوز لاینحل مانده متاسفانه مسئله مالی و ارتباطات بانکی است که تاثیرات بسیار منفی بالای مخصوصا تجارت سرمایه گذاری داشته که اما تاثیر خود بالای تمام بخش ها از جمله بخش کاریابی و همچنان اشتغال زایی اما متاسفانه از زیاد فقر داشته که خبر بد است و این نمیتونه که طبیعتا زمانی که ما ادعا میکنیم که بستر مساعد و مناسب برای سرمایه‌گذاری است، این را باید با استدلال با سند ارائه بکنیم. بعد از اون میتونه سرمایه‌گذار بیشتر تشویق شود که بیاید سرمایه‌گذاری بکنه، نه تنها سرمایه‌گذاری داخلی بلکه برای سرمایه‌گذاری خارجی هم یک تعداد شرایط باید وجود داشته باشه که اونا بتونن هم با توجه به اون سرمایه‌گذاری بکنن. شما برمیگردیم آقای پیمان، از شما که در داخل افغانستان هستید به عنوان یک صنعتکار میپرسم که در یک کشوری که سرمایه گذاری صورت میگیرد و یا هم صورت میگیرد چه بسترهایی لازم دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما آقای نبیل، آقای داروی و جناب بهمن صاحب و همه هموطنان عزیز ما.
قبل از اینکه به سوال شما بیام راجع به نمایشگاه یک چیز را اضافه بکنم، واقعا این نمایشگاه بین المللی معادن و منرال های معدنی ما، سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی، واقعا یک نمایشگاه بود که برای اولین بار در افغانستان ایجاد شد. از زمانی که ما از این نمایشگاه دیدن کردیم، چیزی به ذهن ما آمد، یاد ما از جمله آمد که ثروت های انگفت خدادادی زیر پای فقیرترین مردم دنیا هست. به این معنا که واقعا در افغانستان ظرفیت های خیلی خیلی خوب داریم در بخش معادن کشور. در گذشته هم فرصت ها وجود داشت ولی متاسفانه از این فرصت ها استفاده نشد، اما بستر مساعده که ما میخواستیم ایجاد نشد برای سکتور خصوصی. اگر یک مطالعه بکنیم در بخش معادن افغانستان، معادن کشور یکی از شاخصهای بالقوه برای رشد اقتصادی، رشد اقتصاد پایدار، اشتغال برای کشور هست که ما تقریبا 3 تریلیون دلار ارزش گذاری معادن ما شده. از نفت ما، از معادن ما، تنها در بخش نفت افغانستان 3000 میلیارد متر مکعب ما گاز طبیعی داریم، 566 میلیون بشکه نفت گاز ال پی جی داریم و ما حدود 2 میلیارد بشکه نفت خام داریم. تنها در 4 بلاک آهن کشور 850 کیلومتر مربع تنها اراضی از این معادن است. تنها در معادن سرب کشور حدوداً 900 کیلومتر مربع در 4 بلاک اراضی از این معدن است. حالا بحث زغال سنگ و تالک و لیتیونیم و سنگای نفرات و سنگای قیمتی و خیلی چیزهای داریم که متاسفانه در گذشته خصوصا در بخش معادن افغانستان که امروز کشور را از وابستگی نجات میداد، در اون زمانی که رسمیت داشت افغانستان، زمانی که کمک‌های خارجی بود، زمانی که تمام دروازه ها روی افغانستان باز بود، به شکل نامرئی متاسفانه از معادن افغانستان و از اساس و زیربنای ما هست استفاده نشد. نه از زراعت ما استفاده شد و نه از ظرفیت های ما، نه در صنعت ما، نه در زراعت ما، نه در معادن ما. خب حالا بس افغانستان در شرایط فعلی که دست بال ما همگی بسته هست، بله، تحریم ها از یک طرف بالای افغانستان و تعامل، عدم تعامل سیاسی بین افغانستان و عدم یک پالیسی جهانی برای رسمیت شناختن افغانستان، اینها خب بخش اقتصاد افغانستان به واقع میشه گفت سیاسی شده و این ممکن است که چقدر زمان میبره. این یک طرف قضیه است. خب حالا اینجا ما باید چی کنیم؟ چگونه از این داشته ها اول باید محاسبه شود که ما در کشور چی داریم؟ این داشته ها مشخص شود، روی میز مانده شود و برای از این داشته ها پلان استراتژی مدون ساخته شود با همکاری سکتور خصوصی. من مطمئن هستم که ما چون در گذشته هم، چون مشکلات سیاسی در گذشته هم در افغانستان بود و در حال حاضر هم بحث تعامل با دنیا هست، کشمکش های دنیا به خاطر افغانستان هست، این یک طرف قضیه است. آن ظرفیت هایی که ما در کشور داریم خب باید همگی دست به کار شویم. مسئولیت های هم این جمهوریت اسلامی افغانستان داره، از طرف باید یک تعاملات اقتصادی و سیاسی را با دنیا ایجاد بکنه و از طرف دیگه با یک طرح و برنامه با هماهنگی سکتور خصوصی، درست، با سکتور خصوصی، با صنایع معدن افغانستان، با تجار ملی ما امگام، درست، عمل بکنه روی ظرفیت های داخلی و امکانات موجود می باقی پیمان. ولی از شما آقای لاروی میپرسم که آقای پیمان هم نظرات خود را مطرح ساختن، ولی فکر میکنید که اکنون بستر برای سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد است؟ اگر نه، اولویت ها برای بستر سازی برای سرمایه‌گذاری چی باید باشد از دید شما؟ اصلا در این وقت و زمان اسلامی ما را زیاد تمرکزشان یگانه خونه خود یک مرجع مهم عایداتی که وا میدانن و حساب میکنن معادن است و در این سکتور خصوصا در یک سال شرکت هایی است که جواز میگیرن و
این تعامل بیشتر از جمهوریت دوام داره و جریان داره. بستره که لازم است او را گفته نمیتونیم که هست، خب به اصطلاح بسیار خوب است و دی سکتور برای رشد است، برای انکشاف است، به اصطلاح هماهنگی سکتور خصوصی با دولت و بسیار مهم است. وزارت معدن که فعلا پالیسی ساز و به اصطلاح دی بخش زیاد کار میکنه و زیاد تمرکز به این داره که زیاد کار شود، هم در استخراج هم در پروسس. متاسفانه زیاد دیدگاه استراتژیک مثل که پیمان صاحب گفتن ندارن و صرف به این تمرکز دارن که چطور رعایت به دست بیاید. و در این بخش هدف ما در این نمایشگاه و فردا ما یک دیگه برنامه به دوام از این داریم که همایش سرمایه گذاری در معادن افغانستان. درست، جدا از اینکه دیدگاه استراتژیک در وزارت معادن و پترولیم وجود ندارد، فکر میکنید که دیگر چه چیز لازم است که باید برای یک سرمایه گذار مساعد شود تا سرمایه گذاری بکند، حداقل در همین بخش معادن؟ یعنی خود وزارت معادن زیاد کوشش میکنه که حتی استراتژی و دورنمایی که داخل حکومت قبلی ساخته شد سریع و عمل میکنه، به اصطلاح در هر بخشی ها کوشش کردن کور عملی کنن. خب اینطور دیدگاهی که با استراتژیک استخراج معدن در پروسس کار شود، اینطور یا اراده از این را دارن، زیاد کوشش دارن و میخوان که در رشد از این زیاد کار کنن، نه تنها بخش مالی عوایدش را فکر میکنن و بخش استراتژیکی را هم فکر میکنن، ولی خلاهای وجود داره که در رهبری و در مدیریت این خلاها چه اثر واضح تر می شود بیان بکنید؟ واضح تر اگر در این باره بگیم که تمرکز، چون که امارات اسلامی یگانه منبع عایداتی معدن و گمرکات و در این بخش ها زیاد تمرکز دارن و زیاد ضرورت است که از منابع داخلی باید استفاده شود. به این خاطر این طور نیست که قصدن استراتژیکلی و دیدگاه از این را ندارن، این دیدگاه را دارن. خب کل کوشش است که صرف عاید با وجود از این که اراده از این را دارن که خوبتر کار شود، یعنی پلان دراز مدت وجود نداره، به سکتور خصوصی فعلا زیاد کوشش میکنن که پلان دراز مدت داشته باشن و آگاهی در این بخش فعلا زیاد شده میشه و همین برنامه ما و با سکتور خصوصا با وزارت معدن که ما این را برگزار کردیم زیاد تقدیر میکنه و هدف ما هم همیست که چطور میتونه پالیسی ساز، خود وزارت، سکتور خصوصی یک هماهنگی قوی باشه. اراده وجود داره، خب بعضی مشکلاتی هست که استراتژیک به این دیده نمیشه. من آقای پیمان، آقای لاروایی میگویند که دیدگاه استراتژیک در وزارت معادن و پترولیم در خصوص استخراج معادن وجود ندارد و میگن تلاش ها صورت میگیرد ولی این تلاش ها تا اکنون نتیجه قابل ملاحظه نداشته و از ناهماهنگی حرف زدن. فکر میکنید که نوعی از ناهماهنگی و سراسیمگی در ساختار و مدیریت یا رهبری وزارت معادن و پترولیم وجود دارد؟ ما فکر نمی کنم که سراسیمگی وجود داشته باشه، ولی بحث اقتصاد، بحث استخراج معادن، بحث خیلی پیچیده تکنیکی و حقوقی هست. بله آقای لاروایی میگن با پوزش که بگن که وزارت معادن بیشتر متمرکز بر این است که زودترین پول را به دست بیارد با کمترین زمان یا با زمان کمتر، فکر میکنید که با چنین دیدگاه این تخصص گرایی و یا همین تکنیکی بودن استخراج معادن رعایت خواهد شد؟ ببینید یک واقعیت است که در افغانستان در بخش معادن سرمایه گذاری های کلان نیاز است در معادن بزرگ ما. در گذشته به خاطر همین بحث های قوانین خیلی تکنیکی بودن، به این معنا که مشکل ایجاد نشوه و سرمایه ملی ما به قیمت ارزان از دست ما کشیده نشوه. متاسفانه ما طی 10 سال نتونستیم که به شکل درست از معادن افغانستان استفاده بکنیم. نظر من این است که بحث های تکنیکی لازم است، تخصص لازم است، کادرهای فنی در معادن ما نیاز هست. البته حدود 560 و چند نفر اما افراد سابقه ای که در وزارت معادن بوده اونا در حال فعالیت هست، اما انجینرهای تکنیکی ما، ولی در گذشته هم ظرفیت درست وجود نداشت. در بخش اکتشاف معادن ما بارها گفتیم
که در بخش معادن افغانستان باید وزارت محترم معادن سرمایه گذاری بکنه در اکتشاف ازو که تمام معادن اساسی ما رویت شوه، ظرفیتشان شناسایی شوه، بزو اساس ای است که ما میتونیم که مذاکره بکنیم و هر شرکتی هم میتونه با قیمت خوبتر از این استفاده بکنه. فعلا هر قراردادی که صورت میگیره باید یک شرکت خارجی داخلی در معدن مقیاس بزرگ اونا باید خودشان در اکتشاف ازو که هر معدن ازو تقریبا از 2 میلیون تا 20 میلیون دلار از اینه برمیداره، اونا باید در اکتشاف ازو زمان بگذره، پول مصرف بکنه و بعدا بیا اینا در قرارداد. یک موضوع هست که ما امیدوار هستم که باید روزی 200 میلیون دلار باید سرمایه گذاری شوه. ما همیول داریم بالاخره از هر گوشه باشه این پول به دست میاد، ولی این 200 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در اکتشاف معادن کشور و رویت و کنترل زی در دست خود وزارت معادن، ما فکر میکنم که برای ما بیشتر از 2-3 میلیارد دلار شاید بازدیر به ارمغان بیاره. این یک بحث است. بله. ولی موضوع دیگه است که در افغانستان ما به نوعی تحت تحریم هستیم. بس ریسک در افغانستان تا اندازه زیاد است در سرمایه گذاری های کلان، چون اینجا باید شرکت های کلان بیا، چون بحث های سیاسی هم در کشور وجود داره. بله. ما نظر ما ای است که بیشتر امتیاز بده. امروز در کشوری که اگر ریسک وجود داره، البته فعلا از نظر امنیت تامین است. بله. حاکمیت در سراسر افغانستان یک دست است. این یک فرصت هست برای سرمایه گذارا که در طی 6 ماه اخیر ما شاهد به دو طلبه سپردن ده ها معدن کشور بودیم، ولی باید بیشتر روی این مسئله کار شود و در و تا 2 ماه دیگه چند تا معدن بزرگ کشور ای به دو طلبی سپرده میشه که در این کشور که شرکت های خارجی هست، شرکت های بسیار خوب داخلی ما هست که با سرمایه گذاری انگفت میخواهد که در بخش معدن افغانستان سرمایه گذاری بکنه. بله. ولی در گذشته قوانین ما در وزارت معدن، در طرح و پالیسی های اقتصادی کاملا مشکل ساز بوده. ما باید مطابق شرایط فعلی افغانستان قوانین و پالیسی ها تغییر بکنن، مطابق به شرایط فعلی که ما در او قرار داریم و ما درست مثلا و یک پرسش دیگر هم وجود خود قانون است. حالا بحث تغییر بحث بعدی است. از آقای بهمن میپرسیم که هر از چندگاه از نبود قانون انتقاد می شود، به ویژه در بخش اقتصاد و همچنان سرمایه گذاری و استخراج معادن. شما در نخست فکر می کنید که قانون برای استخراج معادن اکنون نافذ است، چون که حرف های زد و نقیض حتی در میان مقامات حکومتی هم وجود دارد، و اگر نیست در نبود قانون می شود که معادن را به شکل درست استخراج کرد، یا به شکل کل اگر مطرح بسازیم سرمایه گذاری در کشور به شکل درست و منظم صورت خواهد گرفت یا نه؟ ببینیم به تایید صحبت های پیمان صاحب، در خب در بخش معادن چون یک از کالاهای استراتژیک افغانستان است، نمیدانیم که ما متکی تنها بالای سرمایه‌گذاری داخلی باشیم، چون سرمایه‌گذاری بسیار هنگفت میخواهد، نه تنها که مسئله مالی در اینجا مطرح است، موضوع تخصص است، مسئله تجربه است و وسایل تکنولوژی که برای معادن، برای استخراج معادن نیاز است، این مورد بحث است. و ایره تا زمانی که ما سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان در بخش معادن جلب و جذب نکنیم، امکان از این نمیره ما که به شکل تخصصی که افغانستان بتانه از رهگذر استخراج معادن صاحب یک اقتصاد قوی شود، این ناممکن است. و چه زمانی میتونیم ما بریم و تشویق بکنیم سرمایه گذاری خارجی را؟ اولش این که سرمایه گذار خارجی چند مسئله را اونا بیشتر توجه میکنند. یکی بحث در هر کشوری که میرن، یک حکومت، یک دولت قانونمند باید در اونجا باشه. دوم مسئله قوانین ملی و داخلی است که در چون تضمین میکنه هر سرمایه گذاری را در مقابل هر خطرات چه ناامنی باشه، چه مسائل سیاسی باشه. و در موضوع سومی بحث بیمه بین‌المللی است که
شرکت های بسیار بزرگ جهانی وجود داره، از اون جمله یک بخش از بانک جهانی است که به نام اگزت. اونا سرمایه‌گذاری های بسیار بزرگی را بیمه میکنند در کشورهایی که ریسک بسیار بلند دارند. بنا اگر واضح صحبت بکنیم، متاسفانه فعلا افغانستان در یک حالت بلا تکلیفی قرار داره از نگاه قوانین، به خاطر از اینکه یک تعریف واضح، یک صحبت واضح از ناحیه قوانین در افغانستان وجود نداره. زمانی که ما قانون اساسی در افغانستان نافذ نداریم، چطور میتونیم قوانین دیگه که برگرفته شده است، قانون مادر یا قانون اساسی است، اونا رو داشته باشیم؟ بنان تا زمانی که یک تعریف مشخص از نظام نباشه، از قوانین نباشه، آیا ما قوانین دوره جمهوریت داریم؟ اگر داریم، چطور ما این قوانین میتونیم که پابرجا حساب بکنیم در صورتی که ما قانون اساسی نداریم؟ به همین خاطر اینمی چند دستگی و سردرگمی باعث از این میشه که یک پرسش دیگر هم آقای بهمن همین است که این بلا تکلیفی به ویژه پیرامون بودن و یا هم نبودن قانون در افغانستان از کجا ناشی میشود؟ از نفهمی یا از تضاد افکار و ایدئولوژی و یا هم فکر با قوانینی که در گذشته در افغانستان نافذ بوده و در کل نفس خود قانون؟ طبیعتاً این سوالی است که باید کسایی که در افغانستان حاکم هستند فعلا اونا جواب بدن. اما در کل بدون قوانین در هیچ کشوری، در هیچ جامعه زندگی ناممکن است، چون قوانین به خاطر تسهیل زندگی بشر ساخته میشه. طبیعتاً قوانین هر کشوری مطابق امو شرایط موجود خودش، مطابق امو معیارات جامعه خودش، قوانین خود وضع میکنن. اما سوال اینجاست که اگر ما قوانین دوره جمهوریت داریم، پس باید اعلام بکنن که قوانین دوره جمهوریت نافذ است. اگر ما نداریم، پس ایران باید اعلام بکنن که افغانستان داره قوانین نیست و ما از نو بعضی پالیسی ها و طرز عمل هایی را میسازیم مطابق از او پیش میریم. متاسفانه یک تعریف بسیار واضح روشن از این ناحیه وجود نداره و این میتونه که تاثیرات بسیار منفی بالای سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی داشته باشه و روز به روز افغانستان به طرف فقر و بدبختی روان بسازه. متاسفانه برمیگردیم به شما آقای لاروی. در بحث قوانین، حکومت برای شما تا حال واضح ساخته که کدام قانون نافذ است، کدام قانون نیست و یا هم چرا این بحث قانون در بلا تکلیفی است؟ چرا نمیخوان که پاسخ نهایی را و یا هم حرف نهایی را داشته باشند و پاسخ شما را بعد از وقفه می داشته باشیم؟ اکنون هم رفت و برگشت کوتاه. بدون محور خوش آمدید. آقای لاروی، می شود که پاسخ خود را در پیوند به بحث قانون یا بلا تکلیفی قانون داشته باشد که یا برای شما تا حال واضح شده یا نه؟ زد سمرا پویگم ده قوانین و باره که ده اسلامی امارت خصوصا ده وزارت تجارت و سرمایه گذاری و دغه بخشو که چمونگا وریدلی دی هر اغا طرز العمل، هر اغا قانون چه د نظام او د سیستم د پاره ګټه لري، اسلامي امارت په هغې باندې عمل کوي. او داسې لکه هغه د معدنو په پخواني جمهوري وخت کې هم که مونږ قوانین لرل، خصوصا د معدنو په بخش کې لږ پیچیده او ډېر مشکلات لرل، خصوصا د معدنو په بخش کې ډېر دلته نه تطبیقېدل، ډېر نه دغه کېدل. خو زه چې اوس څومره پوهېږم، داسې هم نه داسې قانون مکمل دوی ملغا کړی ده. هغه ځایونو کې چې ګټه د دولت ده، په هغه ځایونو کې چې دوی شفافیت ویني، یوازینی شی چې ما د دغومره وخت په اسلامي عمارتو وزارتونو کې زه وینم د کار اراده سته ده، شفافیت، خصوصا د وزارت معدن کې فوق العاده شفافیت ده. خپل وزیر این درست، ولی در بحث قوانین تا حال بویشه در بحث همین استخراج معادن و اقتصاد، موضوع حکومت چی بوده تا حال؟ واضح به شما معلوم است یا نه؟ دیر زه په دې برخه کې معلومات نه لرم، خو د دوی عمل کرد ما داسې مورد نه ده کتلی چې کله ووایي چې موږ قانون نه لرو دا کار نه کیږي. کله چې طرزالعمل موږ ونه لرو، قانون ونه لرو، نو یو کار موږ بیخي نسو کولی. کارونه جریان لري، داوطلبي جریان لري، استخراج جریان لري. یعنی فکر میکنید که
حکومت فکر میکند که نیاز به وجود قانون ندارد؟ قانون استاده، زو فکر نکنم سدوی قانون. بله، حرف ها زد و نقیز است آقای لاروی. چند پیش والی پروان در یک سخنرانی خود گفتند که رهبر امارت اسلامی هیچ گونه قانون در افغانستان نمیپذیرد و همه قوانین را ملغا اعلام کرده. از سوی برخی از مقامات حکومتی و سخنگویان این حکومت سرپرست میگن که برخی از قوانین نافذ است. اینجا برای مردم گنگ و مبهم است که بالاخره قانون نافذ است یا نه. اگر است کدام قوانین و با چه شرایط و با چه گونه؟ در بخش اقتصادی من چه قدر دیدیم یا زیاد کوشش میکنند قوانینی که خصوصا در افغانستان بانک موضوعات صرافاره چیزی که در آخر جمهوریت اصول مانده بودن اوها را پس از سر گرفتن. در وزارت معدن، در وزارت تجارت این امکان نداره که بدون قانون، بدون یک طرز العمل یا حتی طرز العملی که نباشه شما چطور میتونید کارهای روزمره را حتی اجرا کنید؟ این امکان نداره. خب ما خودم برای ما خود که میبینم قانون است، طرز العمل است. حتی در معادن بخشای سنگای ما داریم که برای تولید و صادر نبودن از وا طرز العمل وجود درست. نداره و وجود قوانین وجود طرز العمل برای آقای لاروی نیازمند پیشبرد کار یک اداره، نیازمند این است که حداقل دیدگاه یا پلان استراتژیک وجود داشته باشد برای پیشبرد کار یک اداره. شما بیشتر گفتید که در وزارت معادن پترولیم دیدگاه استراتژیک وجود ندارد و بیشتر تمرکز روی این است که فردا و پس فردا چگونه آید به دست بیاد، چگونه پول به دست بیاد. فکر میکنید در کل دیدگاه حکومت یا همین چند وزارت که بیشتر متمرکز بر اقتصاد یا در حوزه اقتصاد افغانستان فعالیت میکنند و نقش دارند چگونه است؟ یعنی یا اسلامی امارات و وزارت و حتی وزارت های سکتوری به این دید نیستن که استراتژیک یا دید ندارن. بعضی مشکلاتی که فرضاً در تخصص مثل که دوست عزیز ما قبلا فرمودن شاید ای علت بوده باشه. اراده، شفافیت و حتی بسیار مسائلی است که قبلا نبوده فعلا است. موضوع امنیت است. این چیزهایی است که یا بسیار در کار کرد و در چی خود پیش هستم. ممنون. آقای پیمان، یک سوال ساده تر که آیا سرمایه گذاران بزرگتر که بیشتر آقای بهمن هم گفتند که برای معادن افغانستان و بخشای دیگر کلانتر نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ است که شرکت های بزرگ توجهشان جلب شد برای سرمایه گذاری. این شرکت ها یا حداقل در سطح منطقه علاقمندی نسبت به سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد در میان این شرکت ها یا نه؟ اگر علاقه ندارند به چه دلیلی؟ ببینین علاقمندی ها وجود داره. تقریبا در یک سال گذشته حدودا بیش از 300 تا 400 شرکت چینایی آمدن خصوصا در بخش معادن. تقریبا فکر میکنم که نزدیک به 200 جواز معدن اخذ کردن. بله. ترکیه آمدن، ایران آمدن و در افغانستان هم شرکت های سهامی ایجاد شد به خاطر سرمایه گذاری معادن افغانستان. یک چیز را فراموش نکنیم که در گذشته هم شرکت های خارجی در بخش معادن افغانستان بسیار معدود سرمایه گذاری کرد. به طور مثال مثل عینک، یک پروژه بسیار کلان و ملی بود، حدود 7 میلیارد دلار، بیشتر از یک دهه از سرمایه گذاری میگذره ولی کار عملی صورت نگرفت. ما باید عملگرا باشیم. ولی پرسش هم اینجاست، کار عملی چرا صورت نمیگیره؟ دقیقاً. ببینین بحثای کشور با کشور اینجا بحثای کلان سیاسی نافته هست. اگر چین بخواهد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، رقیبای منطقی از او ممکن است که اخلال ایجاد کنه. اگر پاکستان بخواه بحث هند است، اگر هند بخواه بحث پاکستان هست، ما متاسفانه در تقابل کشورها قرار گرفتیم که این هم یک مشکل سیاسی وجود داره. بناهن بهترین راکار فرصت برای شرکت های داخلی است. با امتیاز بهتر شرکت های داخلی میتونه تعامل بکنه، تکنولوژی را وارد بکنه، میتونه با شرکت های خارجی به شکل جنویچر به شراکت روی پروژه ها کار بکنه و تجربه هم ایره نشان داده در طی 17 سال گذشته
آنچه که شرکت های خارجی در افغانستان در سرمایه گذاری های بنیادی سرمایه گذاری صورت گرفت متاسفانه تا اندازه زیاد ناکام بوده. این درست که شرکت های داخلی افغانستان باید فرصت برایشان داده شود تا سرمایه گذاری بکنند و در اقتصاد کشور نقش خود را داشته باشند. ولی اگر قرار بر این باشد که شرکت های از دیگر کشورها بنابر سرمایه گذاری که در افغانستان می کنند از سوی دیگر کشور رقیب یا شرکت رقیب سبوتاژ می شوند کارشان و فعالیتشان یا آغاز کارشان، پس اینجا حکومت چه نقش تا حال ایفا کرده؟ بانون حکومت که حالا حکومت سرپرست است و یا هم نه یا بر اسمت شناخته شده یا نه در افغانستان حاکمیت دارد. حکومت در گذشته نتونست نقش اساسی را ایفا بکنه که از تقابل قدرت ها به نفع اقتصاد افغانستان کار بگیره. از تقابل کشورها خب در حال حاضر میشه که تقابل که بین چین آمریکا، بین روسیه آمریکا، ایران و کشورهای دیگه، این تقابلات که وجود داره میتونه که به اساس منافع ملی خود روی بعض پروژه های بزرگ و حکومت تعامل مدیریت این تقابل ها را ندارد. این تقابل به نفع افغانستان نیست، نه به نفع حکومت است نه به نفع مردم است. ما در وضعیت نیستیم که بیایم با دنیا در یک تقابل قرار بگیریم. ما منظور ما است که ما از این تقابلات منطقی و جهانی و قدرت ها که بینشان وجود داره استفاده اعظمی را از این رقابت ها ما باید از این بهره برداری داشته باشیم. درست، برمیگردیم به شما. آقای بهمن، نگرانی جدی که سرمایه گذاران که تا هنوز آنگونه که لازم بوده سرمایه گذاری در افغانستان نکردن یا در طی همین یک سال کانچران که گذشته علاقه چندار نشان دادن و یا هم نکه کار عملی خود را آغاز نکردن چه است؟ چرا نمیخوان به افغانستان بر بگردن و سرمایه گذاری بکنند؟ خب طبیعتاً قسمی که در صحبت هایم در اول گفتم یک تغییرات کلی یک شوک اقتصادی در افغانستان به وجود آمد، یک دولت و یک نظام سقوط کرد و تأثیرات از این بالای تمام بخش ها فعلا هنوز هم وجود داره. از اون جمله بخش مالی افغانستان که بخش رسمی اقتصاد افغانستان است تنوز مختل شده بود. بله، در عین حال شما صحبت ها را میشنوید از آدرس حکومت و سخنگویان و مقامات حکومتی میگند که سرمایه‌گذاران بر بگردن به افغانستان یا چنین درخواست را دارن به زعم حکومت که گویا به سر مساعد است. طبیعتا خوب یکی بحث امو اعلان رسانه‌ای است که بحث عملی است که دو تا فرق میکنن. زمانی که تو از یک سرمایه‌گذار تقاضا میکنی که بیا سرمایه‌گذاری بکنی، بنان بستر سرمایه‌گذاری تجارت بر از او آماده باشه و پیشتر بحث کردیم که از او بسترهایی که میتونه باعث جلب سرمایه‌گذاری شوه قوانین است، قوانین مقررات، پالیسی‌های ملی است که باید تدوین شه و به شکل واضح و روشن برای مردم، برای جهان، برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید اعلام شوه که ما قوانین داریم در افغانستان و اینا میتونه که یک تضمین برای آینده باشه. و قسمی که دوستان بحث کردن، خب ما به هیچ وجه نمیتونیم که امو مسائل اقتصادی را از موضوعات سیاسی جدا بکنیم، به خاطر از اینکه سیاست و اقتصاد دو روی یک سکه است و طبیعتاً با توجه به روابطی که افغانستان متاسفانه فعلا با دنیا داره یک رابطه پرچالش است و ای تا زمانی که امو تعامل مثبت به وجود نبیاید طبیعتاً برای سرمایه گذار مشکل است که اونا اعتماد بکنند. درست، اگر یک پرسش کلی تر مطرح بسازم آقای بهمن، با پوزشگرف شما را قد ساختم، برای احیای دوباره اقتصاد افغانستان که 97% مردمش قرار گزارش هایی که نشر می شود دچار فقر هستند و بحران اقتصادی هم گزارش می شود که وجود دارد، فکر میکنید که از کجا باید آغاز شود؟ متاسفانه برای احیای اقتصاد افغانستان خوب وقت بسیار کافی نیاز است، به خاطر از اینکه قسمی که در گزارش ما شما شنیدیم تقریبا در حدود 5 میلیارد دلار ما از امو جی دی پی افغانستان کم شده، کاهش پیدا کرده و این یک ضرر بسیار زیاد بود که تقریبا
بیشتر از 10 سال شده بود که ما به این حد رسیده بودیم و این سالها نیاز است که پس دوباره ما به مو حد برسیم که بتانیم قناعت بتانیم سرمایه گذار خارجی و ملی را. اما در کل چند کاری که میشه سر از او تاکید بیشتر کرد و گامای عملی گذاشت، از اون جمله قسمی گفتم یک نظام تعریف شده باید افغانستان داشته باشه و بعد از او قوانین و مقررات باید و اگر تعدیلات میاد، اگر هم قوانین سابقه است، هر چی است باید واضح روشن برای مردم گفته شود و بعد از او تعامل سیاسی با دنیا بسیار مهم است، به خاطر از این که افغانستان جز جامعه بین المللی است و جدا از کشورهای جهان نمیتونه که یک تعامل مثبت رابطه مثبت با دنیا داشته باشه. طبیعتا این باعث از این میشه که اقتصاد غیر رسمی رشد میکنه و این بسیار زیانبار است برای آینده افغانستان. ممنون از شما آقای بهمن. آقای لاروی، البته پارلمان بریتانیا هم از وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده و این نگرانی ها بارها مطرح شده، اما پرسش اینجاست که کار عملی و یا هم آنچه را که این کشورها میتواند برای اقتصاد افغانستان یا بحرانی که خودشان عنوان میکنند که بکنند چه است از دید شما که تا حال نشده؟ اصلا درباره اقتصاد مثل که بهمن صاحب گفتن، راپور یون و ورلد بانک یا گزارش های از یا حکیستن که ما خصوصا در اواخر جی دی پی و در بخش ها زیاد زیانمند شدیم و در بخش خارجی ها و تمویل کننده هم که کار میکنن در اقتصاد، یگانه چیزی که در اوها به اصطلاح اوها کمک و همکاری میکنن بخش فود و غذا است و هلت و صحت است. چیز فعلا متاسفانه ما نداریم در این سکتور که به اصطلاح در بخش های انکشافی در بخش های اوچی به اصطلاح زیاد در اونجا کار شود. تنها بخش معدن است که در او سرمایه گذاری زیاد میشه و تجارت است که دو مواد اولیه است و دوی بخشا کار میشه. متاسفانه اوضاع همینطور هستند و چیز زیاد به این اوچی نیستم که خارجی ها در کل جامعه بین الملل ما اوچی میسته که اوا مثل که میگن که ما با مردم هستیم، با افغانستان هستیم، اگر با نظام یا قطع روابط دارن سکتور خصوصی مردم از یا چرا یا روی گردان هستند. این هم مناسب نیست. هر نظامی که هست در اونجا اگر رسمیت داره یا نداره، ادعای از یا که یا فعلا به اصطلاح حتی بخش سکتور خصوصی یا هیچ هم کاری نمی کنند. یعنی فکر میکنه تکنونی کشورها هیچ نوع تعامل تجارتی و اقتصادی با سکتور خصوصی افغانستان نداره؟ نداره. من خود که میبینم ندارن و بسیار زیانمند است. این مستقیم یا رب میتن با دولت. سکتور خصوصی همی مردم است، زیربناست، همی اقتصاد است. مثل که بهمن سوال گفتن که خساره که فعلا حتی در 10 سال قبلی که ما به جی دی پی و عواید داخلی به اون منوالی که ما رسیده بودیم و راستی هم راپور ورلد بانک همو هر ماه یا گزارش میتن که در این بخش قدر نقصان دیده شده، در این بخش به اصطلاح این واقعیت است. خو یا چرا در هر بخش به اصطلاح همکاری خود تنها در مو بخش که به اصطلاح امی وطن دیگه هم فقیر شوه، دیگه هم به اصطلاح دستشان دراز باشه، تنها در بخش صحت و پروگرام جهانی غذایی، تنها در بخش کمک و در بخش یا کار بکنن. سکتوری که چرا می مردم یا علاقه دن، چرا کمکایشان در بخش های فرزن اقتصادی نیسته؟ اگر یا واقعیت هم میگن که با افغانستان و با مردم هستیم، در این سکتور چرا فعالیت نیسته؟ تنها چرا مستقیم ربط میته با دولت؟ این بسیار چیز نگران کننده است. درست آقای پیمان، شما بیشتر از امکانات موجود در افغانستان برای بیرون رفت از این وضعیت و استفاده از این امکانات حرف زدید، ولی فکر میکنید که اقتصاد افغانستان را در شرایط کنونی میتوان که جدا از حوزه سیاست یا مباحث سیاسی محاسبه کرد؟ خب به هر صورت اقتصاد وابسته به سیاست هست، خصوصا مانند کشور مانند افغانستان. شما ببینین هر تقابل سیاسی که بین کشورها به وجود میاد، مثلا ایران 20 سال از تحت تحریم است،
روسیه مشکلی که با اروپا و ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله به اوکراین پیدا شد، تحت تحریم رفت. ولی ما باید راه‌های بدیل داشته باشیم. یک موضوعی که بسیار مهم است، چیزی که آقای لاهوری هم گفتند، که از یک طرف جامعه جهانی، عالمان اروپا میگه ولی مردم افغانستان بسیار به حالت بد قرار داره. خب این از کجا آمد؟ خب این بحران را کشورها بحران میآفرینه در افغانستان. بله. از طرف هم باز کمک های غذا و آرد و روغن این سازنده نیست برای مردم. اگر واقعا میخواهد که به مردم افغانستان کمک بکنه، سکتور خصوصی امروز فعال است. سکتور خصوصی تحت چتر سکتور خصوصی کشور میشه از 4 میلیون نفر امرار معاش میکنه. یک ظرفیت هست. متاسفانه امروز این ظرفیته که به خاطر اشتغال، به خاطر رفاه، به خاطر پیشرفت اقتصادی فعالیت داره، اینا هم به نوعی فلج شده. سیستم بانکی ما کاملا فلج شده. ما این داد و صدد نداریم با دنیا از طریق بانک های خود. خب ولی بس این هست که شما فرض کنین که این وضعیت دوام پیدا میکنه، این وضعیت دوام پیدا میکنه، باید چی کرد؟ آیا باید نظارگر بود؟ اینجا هم مسئولیت داره امارات اسلامی افغانستان و هم سکتور خصوصی. ما باید اولین کاری که باید شوه یک تعامل سیاسی اقتصادی حداقل با بعضی کشورها ایجاد شوه. اگر خواسته های مشروعی که به نفع مردم افغانستان هست، برای خوشنودی مردم افغانستان تمام میشه و باعث توسعه اقتصادی ما میشه و بهانه هم دست کشورهای جهان نمیته، باید اقدامات صورت بگیره. به طور مثال باز شدن مکتب ها به عنوان پرسش مطرح میشد. آقای پیبان، اگر همین وضعیت سیاسی دوام پیدا بکند، تعامل بیشتر به زعم شما که صورت باید بگیرد که اگر نگیرد، بالاخره بدیل یا گزینه بدیلی که شما ارائه میکنید چه است؟ آیا ممکن است که حداقل از این وضعیت با امکانات موجود افغانستان بیرون بیاید یا نه؟ دقیقاً ببینین، گفتیم ما امکانات دست داشته که داریم، نمیخوایم که بحث های رویایی شوه و او چیزهایی که امکان نداره. در 20 سال نشد، شما انتظار نداشته باشین که در طی یک سال با این امطریم با تمام دنیا افغانستان را به رسمیت نمیشناسه، ما بخوایم یک تعول اقتصادی را به ارمغان بیاریم. این غیر ممکن است. امکانات موجود، امکانات موجود ما در کشور، تعاملاتی که با بعضی از کشورها وجود داره، از این ظرفیت استفاده شوه. در بخش معادن ما، در بخش زراعت ما، در بخش صنعتی شدن افغانستان کارهای اگر صورت بگیره، من به یقین کامل میگم که دیگه ما در زمستان دیگه نگران از این نخواهیم بود که ما به مشکل مواد سوخت مواجه میشیم. ما باید حداقل این نگرانی کمتر شوه که امروز ما کودک کار داریم در بازار. امروز 24 میلیون نفر زیر خط فقر است. امروز بله، با توجه به آنچه که آقای لاروی گفتن پیشتر، که اگر چنین دیدگاه روی همین معادن و زراعت افغانستان وجود داشته باشد که بیشتر متمرکز بر عایدات یا مفاد فردا و پس فردا باشد، نه مفادی که بیشتر باشد و دراز مدت، فکر میکنید که این راه چاره باشد؟ ببینید، امروز ما در یک وضعیت بحرانی به سر میبریم. این بحران باید مدیریت شود. ما باید راهکار و پالیسی اقتصادی توسط کارشناسا با هماهنگی سکتور خصوصی ایجاد شود که در میان مدت چگونه میتونیم نسبتاً از بحران کشیده شویم و در دراز مدت باید کدام برنامه ها را مطرح بسازیم، روی کدام برنامه های مدون اقتصادی کار بکنیم. اون برنامه ها گفتیم مطابق به شرایط فعلی افغانستان که ما در تحت تحریم هستیم، کشورها ما را به رسمیت نمیشناسه، با او کشورهایی که تعامل اقتصادی سیاسی داریم، او کشورهایی که هنوز وجود داره. ببینین، بس همین جلغوزه افغانستان که امروز ما با خیلی از کشورها صادرات داریم، تنها بس زغال که 6-7 ماه قبل در رسانه ها یک ایاوه را افتاد که زغال سنگ ما چرا صادر میشه. خب از نظر اقتصادی ما در عمق موضوع هستیم. ما 400 میلیون تن تنها زغال سنگ داریم در افغانستان که تا سال 2050 دیگه زغال سنگ در هیچ کشور
نباید مصرف شود. این هم یک فرصت هست، ولی روی یک برنامه. قیمت های جهانی اگر 300 دلار است، ما مطابق قیمت های جهانی صادر بکنیم به پاکستان، به هر کشوری که میخواه. به طور مثال در مورد نفرایت ما، سنگ های قیمتی ما در بخش حتی نفت ما که یک شرکت از شرکت های چینایی آمد استخراج را عملا شروع کرد، امروز بعضی از شرکت های خصوصی داخلی ما او ظرفیت داره که ما در چاهای نفت ما سرمایه گذاری بکنیم، در معادن سرمایه گذاری بکنیم، در بخش زراعت افغانستان ما امروز میوه خوش که ما در بازارهای اروپا در خیلی از کشورها صادرات داریم، همین کوریدور هوایی که باز شد، ما باید دنبال راه های بدیل باشیم، عملگرا باشیم، با این چالشی که وجود داره همگی دست به دست هم بتیم تا بتونیم یک راهکار مناسب و یک برنامه خوب را حداقل ما بتونیم از این وضعیت تا اندازه ای را کنترل بکنیم. ممنون آقای بهمن. همه از مدیریت بحران اقتصادی و فقر در افغانستان حرف میزنند، ولی این بحران را بالاخره چه کسی باید مدیریت بکند؟ اگر پرسش های مطرح می شود که متوجه حکومت است، حکومت میگه که دارایی افغانستان را آمریکا و در کل کشورهایی که در این نقش دارند منجمد ساختند و وضعیت افغانستان را به این حالت کشاندن و سیستم بانکی هم نیمه فلج است. پس اگر چنین جو حاکم است و یکی دیگر را مسئول میدانه، بالاخره اینجا چه باید شود و چه کسی مسئول است و چه کسی باید مدیریت بکند این بحران را؟ ببینید، مسئله مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان یک بحث علایده است، به خاطر از اینکه از اون نمیشه ما در مصارفات و در مسائل اقتصادی، ولی عملا حکومت همین را به عنوان یک ابزار به آن تمسک می جوید که گویا یکان عامل بحران اقتصاد در افغانستان است. یک بخش دیگی که مربوط بانک‌های خصوصی می شه، متاسفانه او زیادتر صدمه وارد کرده بر امو روابط تجارت رسمی افغانستان، به خاطر از یک بانک‌های خصوصی، بانک‌های تجارتی افغانستان با دنیا فعلا رابطه ندارن و نمیتونن که به سادگی، به خاطر از اینکه ریسک بسیار بالا است در افغانستان، همون مراودات و معاملات خود را انجام بدن. و پولایی که در بیرون هم داشتن این بانک‌های تجارتی افغانستان، اونا هم مسدود ماندن، نمیتونن از اونا هم استفاده بکنن. بنان یک مشکل جدی به وجود آورده. ما باز میام به گپ قبلی خودم که تا زمانی که چون اقتصاد سیاست با هم گره خورده است، تا زمانی که افغانستان دارای یک نظام قانونمند نشه، قوانین داخلی تعریف نشه و نرن به طرف تعامل عمو مثبت با دنیا، هیچ امکان نداره که ما دارای یک اقتصاد ایدئال در آینده نزدیک داشته باشیم. این متاسفانه یک خبر بد است، همه گزارش های اخیری که نشان میده و اساسا افغانستان را میبره به طرف بحرانی تر شده. بنابراین نیاز است در این مقطع زمانی که همه کسایی که مسئولیت دارن، اونا باید پیشبین باشن که در این متضرر متاسفانه مردم افغانستان است، کسای دیگر نیستن، قدرت های بزرگ نیستن. بنان یک تعامل مثبت، اول امو کارهای خانگی خودشان را کار بکنن، مسائل داخلی را حل بکنن، امو موضوعات قوانین باید حل شود، بعد از او برن با تعامل مثبت با دنیا داشته باشن تا زمانی که مشکلات مالی بانکی حل شود. اساس این تاثیر بسیار مستقیم بالای تمام بخش های دیگه می داشته باشه. من مطمئن هستم که به شکل اساسی و آستا آستا البته اعتماد پس دوباره به وجود میاد و این باعث از این میشه که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتونن به خاطر آرام سرمایه‌گذاری بکنن، تجارت بکنن. زمانی که تجارت سرمایه‌گذاری چرخش دوام پیدا کنه، طبیعتاً مردم صاحب کار میشه، اشتغالزایی زیاد میشه، عواید مردم زیاد میشه و این تاثیر مستقیم بالای وضعیت اقتصادی در آینده خود داشته باشه. ممنون از شما آقای لاربایی. نقشه راه عملی و ممکن برای بهبود این وضعیت که شما ارائه میکنید چه است در حد 30 ثانیه؟ عملی فعلا کم باور بندیم، عملا کار دیر روانده، دی قوانین و موضوعات مونږ یاد کړل، دغه موضوعات د
برای این تلاش ها و این کارهای عملی که شما میگید خودتان گفتید که نتیجه آنچنان نداشته، ولی نقشه راه یا راهکار که شما ارائه میکنید چه است؟ به شیوه که فعلا خصوصا وزارت معدن کار میکنه، من میگم بهتر است، اراده شفافیت زیاد وجود داره. مثل که همکار ما گفتن سابق اگر قانون هم بوده خود زیاد عملی نبوده. سپاس از شما نقیب لاربای، رئیس عامل روبیننداری و مسئول برگزار نمایشگاه معدن و فلزات، و همچنان عبدالقادر بهمن، معاون اتاق تجارت و بین المللی، سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معدن افغانستان. این بود محور امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.